بچه ها سلام، خوبین؟ آقا دیگه ما اومدیم یه چیزی بگیم و بریم. این دختر ما صبح که بیدار میشه چقدر سخت و مثل آدم بگو روبروز بذار حرف بزن دیگه. اینجوری این دختر ما صبح که بیدار میشه کارتون باید ببینه قبل مدرسه، 7-8 تا کانال این ور اون ور میکنه، آخرش هم میگه نه یوتیوب بذار و میره مدرسه. یاد خودمون افتادم، گردنم شکست، یاد خودمون افتادم. ما بچه بودیم دو تا کانال بود، یک و دو. یک گل پخش میکرد، قوی تره هم بود، از صبح تا شب گلی که تکان میخورد، این یک. بعد اون موقع هم با هوای تهران گل تکان نمیخورد، انقدر گرم بود، یعنی گل ثابت بود. یک نفر کارش این بود بغل فیلمبردار میشست که این گل رو ضبط کنن، چون عقلشون هم نمیرسید مثلا قبلش اینا بگیرن کپی بگیرن اینا، نه همش هم اینجور دستشون بزرب. بعد اون کارش این بود گل را تکان دهد، چجوری؟ اینجوری، این تا شب همین کارش بود، پول خوبی هم میگرفتی که تکان دهنده بهش میگفتن. کانال دو با کلاسه بود، کانال دو دیرتر شروع میشد، متنوع بود. چجوری؟ اولا زور شروع میشد، وقتی هم میخواست شروع شه همه آماده و اینا، سرود جمهوری اسلامی اون قدیمیه. یه بار زد دهنمن رئیس جمهور اوگاندا رو سرویس کرد. آقا یارو از آفریقا اومده بود تهران، تو گرمای تهران فشارش افتاد. ببین دیگه چی بوده. چرا؟ چون سروده تموم نمیشد، سرود جمهوری اسلامی قدیم تموم نمیشد، یادشون رفته بود تداره، همینجوری ادامه داشت. یه جا بعد یه چیزی میشد و برن مثلا. اون که تموم میشد یعنی تموم نمیشد. بعد قرآن هم قل هو الله، اینا که اول انقلاب قل هو الله چیه مشتی؟ بقره یعنی یه دو سه ساعتی این چیزا بود تا یه زور که میشد یه فاصله بود بقره تموم شده بود. حالا از اون این نیم ساعت چیکار کنیم؟ شوهندی که نمیتونستن بذارن، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ اذان، دعای قبل اذان اونم میذاشتن تموم میشد اذان، بعد دعای بعد اذان اونم که پخش میشد همه خوشحال الان دیگه برنامه داره، گل میذاشتن، گلی که تکان میدهد بود. این کانال هم یکی، این کانال اون زرد بود، مال این دو تا بود، یکی قرمز بود مثلا رفتی به شهدا داشت این چیزا میذاشتن و اینا. بعد همیشه هم یه دکلمه ریزی زیرش بود، صدا تخمی. بعد که تموم شد تنوش اینجا بود، نماز جمعه هر روز به صورت زنده ما نماز جمعه میدیدیم. آقا مگه نباید جمعه باشه؟ نماز اسمش روشه. هر روز به صورت زنده ما نماز جمعه به امامت امام موقت، بعد امام موقت همش بود، هر روز بود. بعد دائم کیه؟ این سوال مونده تو ذهن من، همین الان هم مسئولین میخوام برای انتخابات این سوال من هم جواب بدن. دائمه کوش چی کارش کردین؟ بله ببخشید عصبی شدم. تموم که میشد تازه شروع میشد، فامیل جمع میشدیم دور هم نماز جمعه نگاه میکردیم، تفریح ما بود تا بعد. آه ببخشید یه چیز دیگه، بعد بعضی وقتا هم یه روایت فتحی بود، یه صدایی بود خیلی حرص میداد، برادر سعید از نیروهای شمال به سمت کردستان میرود، دوش دوش اینا، اینم برای ما میذاشتن. ببخشید یعنی خوار مادرمون رو میورن جلو چشمون که یه برنامه نماز جمعه نشون ما بدن دیگه. تا بعد، این دفعه دیگه خدا بس.